مشکی مدیا کانال مشکی مدیا رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله ای کنار اون رو هم بزنید. ویدیو یه نسخه دوبله خود سریال رو پس از پخش از شبکه های ماهواره ای میتونید از کانال تلگرامی مشکی که لینکش رو در بخش توضیحات ویدیو گذاشتیم تماشا کنید. سلام این پاورقی قسمت چهلم زبان اصلی سریال آپارتمان بیگناهانه همزمان با پخشش در ترکیه. حکمت رو به بیمارستان میرسونن قلب اون میسته و پزشکا تمام تلاششون رو میکنن تا با شکون به زندگی برگردونن نریمان و گلبن با چشمای گریون منتظرن تا خبر خوشی از دکتر بگیرن صفیه توی خونه مونده و با استرس و نگرانی زیاد مشغول شستن لباسای حکمت و پشت سر هم میگه خدایا چی میشه بابام خوب بشه قول میدم دیگه باهاش بد حرف نزنم خدایا حالش زودتر خوب شه حکمت توی فاصله ای که از زندگی جدا میشه خاطراتش از جلوی چشماش رد میشن روزایی که هیچ وقت کنار بچه هاش نبود و به اونا بی میکرد بالاخره با تلاش دکترها حکمت به زندگی برمیگرده و دکتر به نریمان و گلبن خبر میده که پدرشون خطر رو از سر گذرونده اما باید فعلا در بخش مراقبت های ویژه باشه. گلبن با شنیدن این حرف نگرانیش بیشتر میشه که نکنه اتفاق بدتری برای پدرش بیفته و از دکتر میخواد تا زودتر بتونن به ملاقاتش برن دکتر میگه پدرتون به هوش اومده اما نمیخواد شماها رو ببینه گفته آقا ممدوح به دیدنش بره نریمان و گلبن از این حرف جا میخورن و ناراحت میشن حکمت به ممدوح میگه اگه یه بار دیگه قلبم میستاد به دکترا بگو برم نگردونن میخوام بمیرم نمیخوام باشم ممدوح میگه این چه حرفیه بچه‌هاتون بهتون احتیاج دارن حکمت میگه من هیچ وقت کنارشون نبودم هیچ وقت هیچ کاری براشون نکردم و مراقبشون نبودم باید برم جهنم و گریه میکنه ممدوح هم گریهش میگیره و میگه مردن راحته اما به این فکر کنید که چقدر بچه‌هاتون قراره با رفتن شما قصه بخورن رویا پیش خان میره و خان با دیدن اون دوباره کلافه و عصبی میشه. رویا میگه بابات سکته قلبی کرده الان بیمارستانه. خان بدون حرفی ما تو محبوت میمونه. رویا میگه نمیخوای بری؟ خان ناگهان فریاد میزنه به تو چه دست از سرم بردار تو کی هستی که ولم نمیکنی از اینجا برو رویا میگه تو واقعا قلبت خشک شده مردی و میره اسد هم با نگرانی خودش رو به بیمارستان میرسونه گلبن توی خیالاتش با گریه از اسد میخواد در آغوشش بگیره تا آروم بشه اما در واقعیت انقدر عصبانی و ناراحته که وسط بیمارستان سر اسد که با نگرانی پشت سر هم حال اونو بقیه رو میپرسه فریاد میزنه اسد که جا خورده عذرخواهی میکنه گلبن میگه نمون برو بقیه هستن اسد که ناراحت شده میگه من جایی نمیرم باید اینجا پیش تو بمونم و به آنیل زنگ میزنه تا به بگه که زودتر خودش رو برسونه. خان نگران پدرشه اما خودش با اسد صحبت نمیکنه و اسد که این رو فهمیده اسم بیمارستان رو به آنیل میگه تا شاید خان خودش رو رسوند. صفیه نگران پدرشه که تلفن زنگ میخوره با برداشتن گوشی ناجی اسم صفیه رو میاره. صفیه جام میخوره و بغض میکنه. ناجی حالش رو میپرسه و صفیه نمیخواد اونو توی اون وضعیت ناراحت کنه و برای همین میگه همه چی خوبه. ناجی به اون میگه دلش خیلی براش تنگ شده. صفیه به زور جلوی گریهش رو میگیره. همون موقع زنگ در به صدا در میاد و صفیه که نگران خبر بدی باشه با نگرانی در رو باز میکنه. اسرا و بایرام اومدن تا کنار اون باشن که تنها نمونه. اسرا همونجا جلوی در صندلی میذاره و میشینه تا صفیه احساس تنهایی نکنه صفیه میگه چرا با زنی که انقدر ازش بدت میاد خوبی اسرا گریهش میگیره و میگه چون اینجینو اینو ازم میخواست که کنار خانواده شوهرش باشم خان به سمت بیمارستان میره رویا اونو میبینه و میفهمه که خان دلش نمیخواد کسی از بودنش بویی ببره اما میخواد پدرش رو ببینه و برای همین هم سراغ نریمان و گلبن میره تا سرشونو گرم کنه خان به اتاق حکمت که خوابه میره و رو به اون میگه بابا میدونم الان خوشحالی که میری پیشه پسرت و زنت بالاخره بهشون میرسی حداقل اونجا امیدی هست اینجا جهنمه و با بغض میگه اگه اونجا اینجی رو دیدی بهش بگو حالم خوبه بگو خودش رو رها نکرده و تحمل میکنه یه دروغی بگو که ناراحت نشه بابا ازت به خاطر همه چیز ممنونم میخوام بدونی تو آدم خوبی هستی بابا اگه خواهرامو به من امانت میدی و میری این کارو نکن چون ناراحت میشی چون من نمیتونم کسی نمونده که اونا رو جمع و جور کنه اگه تو بری دیگه نمیتونن سر پا بشن منم نمیتونم کمکشون کنم برای همین اگه ممکنه یکم بیشتر بمون فقط یه چیز ازت میخوام اینکه نمیری بابا و از اتاق خارج میشه حکمت که تمام حرفای اونو شنیده چشماش رو بعد از رفتنش باز میکنه توی راهروی بیمارستان گلبن و نریمان خان رو میبینن و با خوشحالی به سمتش میرن اما خان میگه من اینجا نمیمونم میرم نریمان خیلی عصبانی و ناراحت میشه اما گلبن با دلسوزی میگه میدونم براش سخته یکم به زمان احتیاج داره تا برگرده بود. گلبن با ذوق به ملاقات پدرش میره اما حکمت از اون میخواد اسد را خبر کنه گلبن با ناراحتی قبول میکنه حکمت از اسد میخواد که منتظر نبونه و با گلبن ازدواج کنه چون معلوم نیست چه اتفاقی بیفته و میخواد یه نفر بالای سر دختراش باشه اسد قبول میکنه بعد از ملاقات اسد گلبن به اون میگه چیزی که حد میزنم و بهت گفت داره. جدی نگیرش اسد فقط میگه باشه گلبن جا میخوره و میگه نمیخوام ناراحت شی اما میدونی که در شرایطی نیستم که به ازدواج فکر کنم اسد میگه ناراحت نیستم تو راحت باش گلبن به زور جلوی گریهش میگیره اسد میگه همچین اسدی رو میخوای واقعا این اسد میتونی دوست داشته باشی یادت دت بهم گفته بودی من رو به خاطر قلب مهربونم دوست داری میخواستم وقتی ناراحتی من کنارت باشم گلبن منو از خودت دور نکن اگه بخوای دوست میمونیم اما تو لیست تماسای ضروریت باید اسم من باشه تا زود خودم رو همین همینقدر واسه من بسه گلبن گریهش میگیره و میگه مرسی ازت حق داشتم دوستت داشته باشم امروز بیشتر به این پی بردم و میره خان شب به شرکت میره و تمام مدت به پدرش فکر میکنه و همونجا خوابش میبره صبح اسدونو میبینه و بیدارش میکنه قبل از رفتن خان اسد با کلافگی میگه گلبن تنها کسیه که فکر میکنه برمیگردی هنوزم منتظرته امیدش قطع نشده خان میگه تو که خوب میدونی گلبن خیال بافه و میره خان برای خودش و آنیل کاروان خریده و توی پارک گذاشته تا به خونه هم نزدیک باشه اسرا بین طراحی های رویا طرح اینجی رو میبینه و کنجکاو میشه تا باغیش رو هم تماشا کنه که اینجی با عجله و دستباچگی تخته طراحیش رو از اون میگیره اسرا با تردید به اون خیره میشه که همون موقع صفیه در خونه رو میزنه و برای تشکر از اسرا که دیشب رو کنارش بوده شیشه ی ترشی به اون میده وقتی گلبن به خونه میره تا کمی استراحت کنه و وسایل پدرش رو هم به بیمارستان ببره موقع خارج شدن توی پله عروسکی میبینه و فکر میکنه کار اسده که آنیل پیداش میشه گلبن با دیدن اون لبخند میزنه و لبخن میگه می خوب شد دیدمت میخواستم ازت تشکر کنم که همیشه پیش داداشم می و به درد دلش گوش میدی آنیل لبخند میزنه و آهنگ برای گلبن میخونه و میگه اینا رو تو پارتی آمون میخونیم گلبن با شنیدن اسم پارتی جا میخوره آنیل برای اینکه حرفش رو جمع کنه میگه ما کاروان گرفتیم خان خیلی ازتون دور نیست همین پارک بغله گلبن با شنیدن این حرف خیلی خوشحال میشه اسرا سراغ گلبن میره تا باهار صحبت کنه که با اسد آشتی کنه گلبن که گریهش گرفته میگه من نمیتونم به اسد فکر کنم وقتی خانوادم تو همچین وضعیتی هست. نمیخوام فقط به خوشبختی خودم فکر کنم اسد که کمی اون طرف حرفای اونو میشنوه و قصه میخوره خان و آنیل در حال بازی شطرنجن که رویا اونا رو پیدا میکنه و بالای سرشون میره و با خان شرط میبنده اگه برنده شد خان باید با اون خوب رفتار کنه خان هم به شرط اینکه اگه برنده شد رویا باید شرش رو کم کنه قبول میکنه حکمت به نریمان و گلبان میگه که میخواد به خونه برگرده چون دلش گرفته و نمیخواد توی بیمارستان بمونه. نریمان با این حرف موافق نیست و گلبان هم نمیدونه باید به حرف پدرش گوش بده یا نه و فکری به سرش میزنه و میگه اگه مثل قبل مخوام برگرده همه چی درست میشه. نریمان با کلافگی میگه آبجدی که بسته وقتی ما اینجایی میدونید داداشم کجاست کنار استخ پارتی میگیره و خوش میگذرونه. رویا خان رو میبره و خان مجبور میشه شرطش رو قبول کنه و به همین خاطر رستبانیه. رویا میگه یه شرط دیگه هم بذاری. من میخوام صدای قهقهه تو رو بشنوم. خان هم قبول میکنه تا با خیره شدن به هم کسی که اول زیر خنده بزنه بازنده بشه. رویا نمیتونه جلوی خودشو بگیره و با صدای بلند میخنده و بین خنده هاش میگه وقتی تصور کردم داری بیریک دنس میکنی نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. خان که تا اون موقع جدی بوده از تصور اون خندش میگیره. آنیر به سمت تخته طرهای رویا میره و طراحیهایی از خان رو در همه حالات میبینه که ناگهان چشمش به گلبم میافته گلبن ناباورانه به خان خیره میشه و میگه پس فقط دردت ما بودیم اینجا حالت خوبه و با بقیه میگی و میخندی اما سمت ما نمیای خوب شد با چشمام دیدم چون باور نمیکردم خان که فکر کرده حتما بلایی سر پدرش اومده که گلبن تا اونجا اومده میپرسه چیزی شده گلبن فریاد میزنه هیچی نشده چون تو نیومدی هیچی نشده آبجیم چون تو نیستی آبا رو تمیز نمیبینه نریمان از دانشگاه قبول شده اما خوشحال نیست بابا میخواد برگرده خونه اما میترسیم من نمیتونم به اسد برسم خان با کلافگی میگه وقتی ناجی برگرده آبجیم حالش خوب میشه بابا هم تو بیمارستان بمونه تو هم با اصد زندگی خودتو تشکیل بده تموم شه بره گلبن با عصبانیت میگه تموم شه بره تموم شد رفت نیا هیچ وقت نیا صبح که ممدوح به مزار اینجی میره خان رو میبینه که اونجا خوابش برده و دلش برای اون میسوزه خان با دیدن گلای یاسمنی که ممدوح آورده میگه من تمام شبا دنبال یاسمن گشتم اما نبود از کجا آوردین به گفتن نیست همه گلخونه ها رفتم اما نبود ممدوح به حال اون اشک میریزه و خان هم گریه میکنه و میگه شما چجوری بدون اون تونستین دوون بیارین چرا من نمیتونم ممدوح اونو در آغوش میگیره گلبن دفترچه خاطرات قدیمیش رو که اسد اصرار کرده بود ببینه به دست اون میده. اسد با نگاه کردن به صفحات اون و عشقی که تمام این سالها گلبن به خاطر اون توی این صفحات جا داده بغض میکنه و از گلبن میخواد تا دفتر پیش اون بمونه که بدون روزی کسی انقدر دوستش داشته. گلبن میگه اسد بهتر نیست به عنوان آخرین عکس تو این دفتر با هم یه عکس بگیریم چون این حق منه. اسد میگه چه عکسی؟ گلبن میگه عکس عروسی دوتامون. اگه هنوز بیخیال نشدی با من ازدواج میکنی اسد با خوشحالی بالا رو میگه و میخواد گلبن رو در آغوش بگیره گلبن فورا دستکش و لباس مخصوص رو به اون میده تا بدون کسیف شدن همدیگه رو در آغوش بگیرن رویا از بالای پشت بوم روبرویی به اون دو خیره میشه و براشون ذوق میکنه همون موقع آنیل از پشت سر از راه میرسه و رویا با دیدنش جا میخوره حکمت مرخص شده و صفیه براش صبحانه آماده میکنه ناگهان صدای یک کلارینت به گوش میرسه و صفیه که فکر میکنه ناجیه با هیجان به سمت پنجره میره که میبینه صدا از کوچه میاد و ناراحت میشه همون موقع حکمت صداش بلند میشه و میگه صفیه صبونه چی شد هان گرسنه است صفیه با گلبن فکر میکنن حکمت دوباره عقلش رو از دست داده که خان جلو میاد هر دو جا میخورن و بعد خانوادگی دور میز صبحانه میشینن صفیه به آرومی رو به می خان میگه خوش اومدی داداش خان لبخند میزنه ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار لایک کردن ویدیو به معنی تعریف از من نیست به مشکی مدیا کمک میکنه تا این ویدیو به افرادی که دقیقا دنبال این ویدیو هستن از طرف یوتیوب پیشنهاد بشه کانال مشکی مدیا رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید